نشون بدن نشون نمیدادن اوایل انقلاب، ممنوع بود. خمینی گفته بود آخوند را چه بخواد برد در سینما فلان نشان ندهید. بعد از اون هم آخوند را نشون نمیدادن، بعد آخوند نشون دادن مسخره کردن، حالا آخوند نشون میده میکشه مردم ایران. رضا شاه دمش گرم، رضا شاه میگن رضا شاه دمت گرم که ترتیب آخوند را دادی، پیروزی مردم ایرانه. حالا اصلا مهمتر این رم نیروهای انتظامی ایران، پلیس بچه ها گفتن درست هم میگن، میگن آقا در روز در داخل ایران بیش از 10 تا 15 تا 20 تا میرسه، هفته 100 تا میرسه آخوند رو کتک میزنن، آخوند رو لط و پارش میکنن، درب و داغونش میکنن. و اینا الان شروع شده، شما برید ببینید فرار میکنن از ایران. الان آخوندهایی که یک بار کتک میخورن یا یک بار چه میشه، یا یک بار به جرم دبازی، یک بار به جرم دختربازی اینا رو میبرن زندان فلان، اینا خودش لباس رو دیگه فرار میکنه میره تو کانادا، بهترین جا برای اینا کاناداست، عمان، دبی، ترکیه، اینا جایی که برای اینا الان فعلا خوبه. حالا بعضی هم میرن اول عراق، از عراق بعد میرن خارج جای دیگه. چون نظر بگین این ممدلی ابتهی، این تامی چرخویش رو صفحهاش می‌نویسه سید محمد علی ابتهی، این معاون خاتمی بود، یه از این جوجه آخوندهایی هم بود که خیلی به حساب اینترنتی بوده همه، ولی چرخویش گرفتنش رفت زندان یکم لاغر شد اومد بیرون. آقا هفته پیش این گرفتن تو تهران کتکش زدن که سینه فقرات احمد اصلا مردن، در حال مردن بوده. بعد شما ببینید اینا چقدر همچنان دروغ و دغل و تقلب کار و نابکارن. یارو کتک زدن در با داغون شده، میگن این موبایل منه میخواست بدزده. خب موبایل تو را که میگم یا میگرفت در میرفت، یا اگه نمیگرفت تو یه نورز میخواستی بزنش کتر زدن اونا تو زدن، کتک خورده به دروغ میگه موبایل من. باز اینجا هم من بگم تو توهین به ملت ایران میکنی وقتی میگی یارو موبایل من میخواست بگیر من جوز دلت رو بار کرده. تازه اگر موبایلت هم کسی میزنه که 2000 نمیارزه موبایل، چون ردیابی میشه موبایل، دروغ میگه. موبایلتون اگه دزدیدن فوری به پلیس خبر میدید، ردیابی میشه اتوماتیک مار، میتونن 24 ساعته که سریع حتی اگه تلفن هم خاموش هست بفهمن کجاست، برن برای شما بگیرن، دزدارا بگیرن. این یادتون نره، تمام دنیا همینجوره. هر چی سامسونگ میخواد باشه، گالکسی باشه، سونی باشه، آیفون باشه، تلفنتون رو به دزدن یا رو دزدر گیر میفته با تمام چیزی که حالا دزدیده. خب حالا همین محمد علی ابتهی رفته الان نجف، فرار کرده رفته نجف، خودش هم نوشته خوندید که اینجا بهتر رو راحت داره. ای رفته نجف، یه مدتی نجف هست، عراق، اینا خونش و زندگیش اینا رو بتونه ایران بفروشه، اینا میره کانادا، میره عمان، میره یه چیز دیگه، میره ترکیه. اینا همه دارن فرار میکنن و فرار اینها همشون که پول دارن وضعشون خوبه، فرار اینها یعنی پیروزی شما، یعنی اینها از بس هر روز کتک میخورن. آقا این فیلم دیگری که شما دیدید توی همین که یارو تیر میزنه، تفنگ دستش میزنه، آخونده رو مونتاژ شده که میفته بعد سال تحویل میشه، یزدان گواهی ما اونجا نوشتیم، بعدم تأکید میکنم براتون، اینو یه سردار و یک جنگاور جنگ ایران عراق برای من فرستاده، بعد حتی ازش اجازه گرفتم، گفتم اینو پخش کنم، ها نگفتم پخش کنم چون مال چند وقت میشه، بعدا الان رو سایت زیاد شد، قبل سال تحویلی برای من فرستاده، الان پخش شد، خوشبختانه بچه ها زود پخش میکنن وقتی میذاریم روی اینستاگرام، همه تون دیدین دیگه، حتی اگر هم ندیدین هم دیدین. گفت نه تنها پخش کن، اسم منو بذار، بگو من دارم میدم، من پخشش میکنم. شجاعت اینه، گستاخی اینه. مردم شما پیروزید، گول این نخورید که میگه اون خودشه، این برای اینا خود شده، اینا همه رو خود رژیم میگه، خود رژیم میگه همه با منن. بعد میاد به حسن میگه که حسین میگه، به عبدالله میگه، به زینب میگه، به همه میگه با ما اینا، بابا یارو با ماست، با ماست، با ماست، ایمان خودشونه، اینا رو ول کنید. به همین خاطر از این پس از سیاوش اوستا این را بشنوید، هیچ کسی رو در خارج از کشور تکی نزنید، اصلا یارو جاسوس، همه جاسوسن خارج، تو شک نکن، در این شک نکن. من در کتاب سازمان جاسوسی الله
که این کتاب مجموعه مقالات من در هفته‌نامه نیمروز بود به سردبیری برادرم پرویز اصفهانی که منتشر می‌شد. از سال 1986-89 تا چند سال پیش سازمان جاسوسی الله. اونجا من همین حرفی که چند دقیقه پیش زدم میگم آقا اینا اوباما برای اینا کار میکنه، او برای همینا برای اینا کار میکنن. الان اگه بایدن اومد روی جریان حمله نکردن به رفح و تو سازمان ملل اخیرا رأی ممتنع داد، اینا ایران جمهوری اسلامی نیست، ایران بخشی از حکومت جهانی است. در حکومت جهانی هم خود اونها بعضی کارا برای اینا میکنن، پس یادتون نره برای اینا همه کار میکنن. اینی که صرفا بگی او هست و هست، او یاری که خودش هم داره بعدم تو ایران جناحه، جناح خاتمی است، جناح روحانی است، جناح ظریفه، هر ستاشون اصلاح طلبن، ولی هر ستاشون جناحن، جناح کروبی است، جناح موسوی است، هر پنجتاشون جناح اصلاح طلب ها هستن. اینها پنجتاشون ولی بودجه‌های مختلف دارن، بین خودشون درگیری که سر تو رو گرم کنن. شما اگر میخواین ایران پیروز بشه به آزادی برسیم، خارج از کشور باید ول کنین همینا رو، فقط به روحانیت حاکم به کشور بپردازید و سران درجه یک، و تشویق به این که مردم تفکر آریایی رو ترویج بدن و تفکر تازی رو نکوهش کنن. امروز نمونه شو براتون گفتم، از رمضان بالاتر که نیست، رمضان من در آوردنیه برای محمد، بعدم خودش لغوش کرده، بعدم در فتح مکه گفت حتی نمازم نکنید، نمیدونید چون نمیدونید. در از میترا تو محمد اینو من نوشتم اوائل انقلاب، خیلی از کارها رو بچه اومدن فعال شدن، چه میکنن اینا رو شما دنبال کنید، اینا رو تبلیغ کنید. این صفحه صفحه کتابی که الان بچه اومدن فیلم میسازن، فیلم های قشنگ. خالد ابن ولید کی بود میشناسیش؟ اینها رو ترویج کنید. تو این فیلمی که شما دیدین اون آخونده که آخرش میگه اسنپ گفتم بیاد اوبر آمده تا دیده منم مخواستید فرار کنه، من خودم انداختم تو ماشین. مرد حسابی تو میتونی خودت به زور بندازی تو ماشین. این تیکایی که میبینین اینا رو فیلم اینا درست میکنن، اینا رو فیلم درست میکنن که بگن با همه اینا نگاه آخونده سوار تاکسی میشه، آخونده به زور سوار تاکسی میشه، جوک برات تعریف میکنه، میگه من نگاه به زور سوار شدم، دور این غیرش دروغه. ولی اون که کتک میخوره درسته، اونی که زدن دو تا، این دو تا که زده بودن ما به شما نشون دادیم، اینا مال بعد عیده، یعنی دو سه روز پیشه، هر روز هست. بعد اینا دستور دارن ننویسن همه رو، چون آخونده میترسن. روحانیت که اساساً واژه حجت الاسلام، آیت الله، سقط الاسلام یک بدعت انگلیسی است و لباسشون رو من در ایران کتابم که منتشر شد پیشتاز مبارزات خلق نوشتم که کل لباس رو زمان هارون و رشید وضع میکنه بین علما و عوام نفهم، یعنی طبقه روحانیت دربار مثل شاه لباس میپوشیدن اینجوری، اون موقع مد میکنه، ولی جان نمیفته تا اینکه انگلیسا در همزمان با انقلاب مشروطه میان با ساخت واژه آیت الله و اینها همین لباسی که خب کشیشا هم تنشون میکنن فلان نه بر آخوندا و تشکیلات و حجت اسلام و سقط الاسلام و آیت الله درست میکنن. اصلا این هم هیچ ربطی به دین خود اینا نداره، به خدا، به پیغمبر نداره. اینا شما روشن باید باشید و روشن بکنید. قداست ایران داره، قداست دخت ایرانی آریایی داره، قداست شما دارید، مقدس شمایید. اینا همه چرت و پرت و دروغ‌های تاریخی است. میبوسمتون. بهاران خجسته باد. سیزده بدر رو با شکوه عظمت و شادی جشن بگیرید و تا اومد یک جور بگه آقا فزت تو رب الکعبه. میدونی یعنی چی؟ میدونی یا نه؟ علی ابن ابی طالب گفته فزت تو رب الکعبه، برنده شده. برای برنده شدنش ما شادیم و میرقصیم و شادی میکنیم، سیزده بونه بدر میکنیم. سیزده بدر رو مسیحا با نام پاک، پاکی طبیعت، اصلا واژه پاکستان استفاده میکنن. سیزده بدر رو شم النسیم، مصری ها سیزده بدر رو، و یهودی ها با نام پسح برگزار میکنن. دروغ سیزده ما رو،
در خارج همه جا میگن پواسون دوریل، فرانسوی میگن پواسون دوریل، یعنی ماهی آوریل، آپریل شما هم میگید که دروغ میگن، یه دروغ بزرگ. همه ما دانش شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. بهار این سال خواهید دید پیروزتر از سال گذشته است. گوش کنید تک تک تکه هایی که امروز به شما گفتم. ما دیگه هیچ کس رو نمیزنیم، آدم با آدم های خارج کار نداریم، میلیارد ها دلار اینجا خرج شده میشه، نه ما به اینا کار نداریم. ایران، بلندگوی ایران هستیم، پیروزی برای ایران. هر روزم هر پیروزی که به دست آمد گفتم فقط دو تیپ اجازه رفتن به ایران ندارن. یکی اونایی که ازشون سوء استفاده تبلیغاتی میکنه رژیم، مثل همین هنرپیشه مشهوری که الان دارن از کانالای دیگه میخوان بکنن بیشتر مشهورش کنن که بگن حالا بیا. یکی اونا، یکی کسایی که جونشون در خطره، یعنی نه برن ایران میکشنشون. این دو طایفه به ایران نبایستی برن. انقدر خواننده رفتن و میرن که چی؟ متوجه میشین؟ شما مردم باید برین اونجا، ذهن مردم باز کنین، روحیه، گستاخی، شجاعت، پول ببرید، پول. خانواده های خودتون رو با 1000-2000 دلار میتونین پولدار کنید، اونجا زندگی خوب داشته باشن. چون وقتی زندگی خوب داشته باشن، پولدار باشن، نترسن از گرسنگی، نترسن از کرایه شب، بعد با 1000 دلار با 500 دلار شما میتونید بکنید. اون موقع من پول میفرستادم ایران برای زندانی سیاسی، 100 دلار اگه میفرستادم تو را میدزدیدن. یارو میگفت به خدا دادم، نمیدونم چی شد، دادم. از 50 تا کمک به خانواده های زندانی سیاسی سال 2000 و قبلش و بعدش که من میکردم میفرستادم، از جیب خودم هم بود، از جیب خودم بود، نمیرسید. حالا ولی الان شما سفر که بکنید، با سفر خودتون که میرید به بچه های محلتون، بچه ها برای میری تو تایلند، میری از آمریکا، میای اینجا پاریس، جای دیگه 20,000-30,000 دلار خرج میکنید، سیاسی هم نیستی، کاری میکنید زیاد نره، میری ایران 10,000 دلار خرج میکنید، 10,000 دلار هم به اطرافیانتون کمک کنید که اینا تقویت بشن، تلفنشون و اینترنتشون رو بتونن داشته باشن، بچه‌ای که شیرن، بچه‌ای که دلیرن کمکشون کنید، فامیل شما هم هستن. اینا شیوه است به شما یاد دارم میدم، شیوه هایی که به سودی ایران، ایران مقتدر در جهان آزاد میشه. همین گنجینه ای که در خارج از کشور هست، از شخصیت ها و انسان های فرهیخته و دانشمندی که ارگان های قدرت رو در دنیا تو دولت موقت، من ببینید کسایی که گذاشتیم، همه آقا خانم با شخصیت، اینا برمیگردن اون سرزمین رو به کمک بچه‌هایی که تو ایران هستن، با یاری عزیزانم که در ایران هستن، که از ما الان پیشروتر، از ما داناتر، از ما اندیشمندتر، دانشمندتر هستن، ایران فردا مطمئن هستم که ایران سربلند خواهد بود، همونی که بخشی از ایرانی ها تمناش رو داشتن که قدرت اول منطقه بشه، که در زمان محمد رضا شاه کارها کردن که چنین بشه. با بوسه و مهر از بنده سمیر شجری برادرم سپاس گذارم. به نام نامی یزدان پذیرا می شوم مهر تو را از جان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبا، این همه خوبا، اون خوبا بابا خوبش رو بردی، خانوم خوشگل شهر امشب عروسی داره، تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره، دوماد شکاری کردی، عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی، دوماد باری کلا داری، عروس ای بلا داری، عروس توی دل دوماد جای بالا بالا داری، دوماد هم قرار دستش کن، کلوبن گردنش کن، دوماد عاشقونه امشب به بوس و بغلش کن. برای جاودان نمودن جشن‌های عروسی خود و فرزندانتان، از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبان‌های پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید. تلفن تماس در امریکا 818-232-0